من میتونم ورودی بگیرم درسته؟ درسته. چرا من نیام اینجا و اسکنر رو تعریف کنم یا اینپوت داشته باشم و نیو اسکنر سیستم دات این و اینجا سمیکالونم رو بزنم خب و برگردم بگم int x مساوی هستش با input dot next int درسته؟ و درسته و x رو میذارم اینجا و این رو داینامیکش میکنم و SOUT برمیگردم میگم i رو بشمار برای من. حالا چه اتفاقی میفته؟ برمیگرده میگه تو چند تا مثلا میخوای چند تا شمارش بشه این مثلا منتظر میشم تا اجرا کنم. آها من یادم رفت اینجا بگم پلیز اینتر مثلا نامبر x شیفت آلت اف ده رو میزنم و استاپ آن ریترن رو میزنم دوباره میگه چند میگم ده چیکار میکنه؟ اومد عدد یک تا ده رو برای من صفر تا ده رو برای من شمار میتونست این رو بزنه از یک شروع شما میگه دست خودته دیگه اینیشالایز کردنش دست خودته شیفت آلت اف ده رو بزنیم. حالا این سری من به جای ده عدد صد رو می‌نویسم. چه اتفاق میفته؟ یک تا صد رو میاد برای من میشماره. می‌بینی؟ بله استاد. پس میتونم راحت این شکلی داینامیکش. چه دردی می‌خوره؟ برای ورودیاته. حالا بریم جلوتر. خیلی کارا رو داریم که باهاش انجام بدیم. در مورد این سوالی نیست من برم مثلا. خب ما توی فرم استپ بعدیمون این هستش که بیایم پردازش اینجا انجام بدیم. همون پراسس خودم یعنی چی؟ من میام اینجا شروع کنم کد زدن عملیات انجام دادن من میام شرط کوچیک بنویسم. حالا خیلی میشه چیز کرده اینجا مثال زده حالا فعلا یه کار من میخوام عددی که به طرف در واقع میگه وارد کن من اعداد زوجش رو بکشم بیرون بهش بگم. مثلا طرف میگه پلیز اینتر نامبر x میگم خب میگه عددی وارد کن من 10 رو میزنم برمیگردم بهش میگم اعداد دهی رو که زدی حالا بین این عدد یک تا ده عدد زوجش رو بکش بیرون. عدد بین یک تا ده زوجش چیه؟ مغز تو چی میگه؟ همونی که داری میگی تو چجوری میفهمی دو عدد زوجه؟ تو چجوری میفهمی دو عدد زوجه؟ نه هم برنامه سیم همینه دو چجوری عدد زوجه؟ دو عددیه که به دو نه دو عددیست که اگر به دو در واقع بیاد تقسیم بشه چی میشه؟ باری کرد یه مقسوم الهی داره کاری نداره به مقسوم الهی مثلا ده مقسوم تقسیم برای دو مقسوم الهی شوشه پنج ولی باقی ماندهش چیه؟ صفر. خب میام اینجا برمیگردم نگاه کن. خب من میدونم مثلا اگر طرف عدد x رو وارد کنه ده من میدونم یک آی یک خواهد بود، دو خواهد بود، سه خواهد بود، چهار خواهد بود، پنج بود، شیش، هفت، هشت، نه و ده. درسته؟ درست. خب تو میتونی راحت عدد زوج رو با دیدن این بکشی بیرون بگی ده، هشت، شیش، چهار و دو دیگه صفر هم نده. کامپی دیگه نمیفهمه این عدد زوجی که کجا بخواد بفهمه بیاد دیتکت کنه؟ من اینکه هوشمندی بلد باشم بیاد از روی اونم چی؟ بیاد از روی مثلا عکسی بیا دست ایمیج پروسسینگ اینا انجام بده که مثلا بیا عدد زوجی رو بکشی بیرون. حالا ما اینا رو داشتیم توی ایمیج پروسسینگ ولی اینجا باید چیکار بکنی؟ شما شرط بنویس اگر بگی if چی اینجا داره هی زیاد میشه؟ شرط i میگم i اگر باقی موندهش به دو مساوی شد با صفر اسویتی کن مینویسم even even یعنی عدد زوج میگم دو به علاوه حالا میام اینجا شیفت آلت اف ده رو میزنم و یه عدد وارد کنم من میزنم ده چیکار کرد؟ عدد زوجش رو کشید بیرون. میام اینجا چی میذاریم؟ بریک پوینت میریم جلو و ببینیم واقعا چه اتفاق میفته. میرم یه استپ جلو برمیگرده که میگه اینو وارد کن من یه عدد 20 زیاده به همون ده هم میدم ده رو دادم بهش میام تو دیباگر x 10 گرفت x 10 i 1 خواهد شد میام جلو میبینی i 1 شد i 1 x 10 درسته؟ حالا اینجا i 1 i باقی موندهش به 2 میبینی چی گذاشته؟ 5
فالس. تحلیل داریم میکنیم، میریم جلو. پرید آی شد دو، ترو. دو رو برات چاپ کن، میریم جلو. سه فالس، میفهم. چهار ترو. پنج، شیش. اوکی همه رو چکار کرد؟ چاپ کرد. برمیسی برمی سادهی که داری میبینی، فقط بعد الگوریتم ریاضی شو در بیاری. همین. حالا تو اندروید نو واقعا سخته؟ نه، ببین اندروید خیلی ساده تره، غذای خیلی یه مقدار تجربی تره. خب آره، اگه توش بخوای هوش به کار ببری، خب اونجا رو من بهت میگم چیکار باید. حالا یه سری کتابخونه آماده هست. به من یاد میدی هوش مصنوعی؟ نه خیلی دیگه سنگین میشه. هوش مصنوعی باید پایتون یاد بگیری، بعد معادلاتت خوب باشه، ریاضیاتت خوب باشه، احتمالاتت خوب باشه. یه مقدار بررسیت قوی تر کن، قوی تر که شدی. حالا تئوریشو میگیم چجوریه، ولی خب عملیش سخت نیست. خود داری باید خود بلد بشه. خب استاد به این شکل همون دلفور فرینگ هم همون این تو فرینگ باید قرار بگیم. کجا؟ دلفور. آه این فرینگ هم میشه قرار داد فقط این که کجا من از بودی؟ جای آی؟ نه اونجا که نمیشه این آی مفید با یک بالا بالا. آه اینجا به جای اینت میشه استرینگ هم قرار داد؟ به نظر میشه یا نمیشه؟ در درتا باید بشه دیگه امتحان. مثلا من میخوام بگم که از A تا Z مثلا من فیلم رو نگه میدارم امتحان. خب من اینجا ایفو گذاشتم، عدد چی رو چاپ کرد؟ عدد زوج. حالا اگه الس بذارم چه اتفاقی میفته؟ الس یعنی یا عدد فرد رو چاپ کن دیگه. ایف اگر آی باقی مندهش به دو مساوی با صفر باشه چی میشه؟ میشه زوج. السش وگرنه یک، باقی مندهش به دو چنده؟ یک. الس میشه دیگه، چون این مساوی با صفر نیست، میره الس اجرا میکنه. درسته؟ بله. حالا اینجا شیفت آلت اف ده رو میزنیم. میزنم ده. میبینیم؟ بله. آد یک ایون، آد سه ایون چهار. درسته؟ بله. خب پس من میتونم اینجا بیام این مدل ها رو پیاده بکنم. درسته؟ بله. بریم بذار سوال سخت‌تر یا فکر میکنید؟ فقط گفتم این باکسینگ دور من جا ارور دارم در اول نمیشه بیرون. آه ولی باز نسید که اومد سده در شده. خب فرض کن من بیام و بهت بگم که مثلا تو ترم اول دانشگاهی، بهت برمیگردم که میگم آیه فرهانی شما این ترم نمراتتو به من بگو. تو برمیگردی میگی که فعلا به ضریب کنم ندارم. میگی نمره هم شده 18 17 16 15 12 10 7 مثلا، یه درسم افتادن یه درسم شدن 20. خب میگم میخوام برات معدلت رو حساب بکنم. ببین یه سری عدد به من میدیم، میگم 12 مثلا گفتی، 14 گفتی، 15 گفتی، 12 گفتی، مثلا 20 گفتی، یه درسم 13 گفتی. مثلا تو 18 باید این ترم داشتی. حالا من مالتیپلت کار ندارم، ضریبت کار ندارم. بله. اینا رو ببینی تو بخوای معدل این اعداد بگیری چجوری به دست میاری معدل این اعداد رو؟ اوریجش، میانگینش، جمع میکنی تقسیم بر تعدادش میکنی. درسته؟ بله. من میخوام برنامه بنویسم که از کاربر نمره بگیره با توجه به تعداد درساش و معدلش رو حساب کنه بهش بگه. نگاه کن، میخوام برنامه بنویسم که تعداد درساش رو بگیره، مثلا برگرده بگه این ترم من 6 تا درس داشتم، بعد برگرده بهش بگه که نمراتت رو دونه 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 به من بگو. درسته؟ بعد نمراتش رو جمع کنه و تقسیم بر تعداد درس رو بکنه و میانگینش رو بگه.
خیلی ساده است دیگه، ساده است و سخت به نظر. با توجه به دستورات که تا الان یاد گرفتی باید بتونی بنویسی، ولی من میدونم تو نمیتونی بنویسی. من خواهم بنویسم. تو کلا تمرین میکنی شما؟ بله. خب اینجا با هم یادم به جایی که بنویسم پلیز اینتر نامبر ایکس مینویسم، پلیز اینتر کانت کورس. شما بیا تعداد درسایی که این ترم داشتی دیس ترم، تعداد درسایی که این ترم داشتی رو بنویس، تعدادشو بگو چند تا داشتی. مثلا میگه 6 تا. خب من اینجا میگوشتم درسته؟ بله. خب خب حالا وقتی میاد میگم دونه دونه وارد کن، شما باید تو حلقه فور بذاری، هر بار فوره میاد اجرا میشه نمره جدید از تو بگیره، درسته؟ بله. میام چک میکنیم، میام اینجا برمیگردم میگم یه متغیری تعریف میکنم به نام اینت ایکس، خب و داخل فور تعریف کردم، ببخش مثلا اینت پوینت داخل این تعریف کردم و میذارمش مقدار تعریفش میکنم با. برمیگردم میگم که ایشون تعریف شدن. خب فقط قبلش میام اینجا، حالا قبلش تعریفش میکنم، اول میام آروم آروم میام جلو، برمیگردم میگم پلیز در واقع SOUT، برمیگردم میگم که پلیز اینتر پوینت کورس، یه نمرات رو نمره کورست رو وارد کن. خب به نظر این چند بار اتفاق میفته اگه اینجا ما یه آیم بذاریم علاوه آیش هم بکنیم، چند بار اتفاق میفته؟ چه فارسی چه با به تعداد کانتشه دیگه. مثلا اگه من بگم اینجا پنج ما چکا کرد؟ پنج تا میگه درس وارد کن، درسته؟ میگه پنج تا درس وارد کن، یک اولی رو، دومی رو، سومی رو، چهارمی رو، پنجمی رو، فقط جایی نریختمش. خب بخوایم بریزیم از چیه دستور استفاده میکردیم؟ فرض کن من اینجا برمیگردم میگم اینت پوینت اینپوت بالا دیگه، فقط ممکنه عدد صحیح باشه، ممکنه در واقع طرف نمرش باشه 12.5 فلوت بذار. خب من میگم اینپوت دات نکست فلوت باریک. حالا چه اتفاقی افته؟ پوینت هر سری که فور میاد اجرا میشه یه مقدار داره، یک مقدار داخلش ریخته میشه، درسته؟ خب این پوینت در واقع چیه؟ هر سری وقتی فور میاد اجرا میشه فلوت پوینت که داره میگه میاد میره یه پوینت توی رم درست میشه و یه مقدار توش چی میشه؟ یه مقدار رو من توش قرار میدم. ببینید اون کارم درسته یا نه؟ کجا؟ این که کجا؟ این؟ بادا بادا این؟ بادا این که اینه تعداد درس هم. این نمره های درس هم. مثلا برمیگرده میگه چند تا درس داشتی؟ میگم 6 تا. میگه نمره اولی رو بگو، این پوینت نمره اولی میشه، متوجه شده؟ فهمیدی چی شد؟ شیفت آلت F10 رو میزنیم اینجا، مثلا من برمیگردم میگم 5 تا درس دارم، میگه خب میگه نمره اول رو وارد کن، میگم 10، بعد این نمره دوم میگم 20، 12، 14، 15 تا از حلقه میاد بیرون، درسته؟ هیچ کاری نکردم باش، فقط ریختم توش، کاری نکردم که. بریم اینجا بریک پوینت بزنیم ببینیم چه اتفاقی میفته، ببینیم کارمون درسته درست نیست اشتباهه. اینا برای اولین بار شما باید اجرا کنی متوجه بشی. به طور مثلا من میگم 5 تا درس داشتم این ترم، شاگرد درس خونی نبودم، 5 تا درس معمولا این کسی که بعدش معمولا میشه 14 بود. خب توی دانشگاه میاد اینجا 5 یک کوچیک‌تر از در واقع 5 میرم جلو، میگه تروه، میبینی I1 5 کوچیک‌تره، بعد میاد اینجا میرم جلو میگه عددت رو چیکار کن؟ وارد کن. به طور مثال من برمیگردم میگم که 15 و اینتر رو میزنم میرم جلو. پوینت چند شد؟ پوینت چند شد؟ پوینت اگر بریم جلو 5 پوینت، بابا پوینت اینجا
میایم دوباره میریم جلو و منتظره که در واقع پوینت رو شما وارد کنیم. من میام اینجا برمیگردم میام 14. خب میاد اینجا و توی دیباگرم بیایم به این شکل. مواردی که ازش تو اینپوت هستش، پوینت رو میبینیم به من چیزی نشون نمیده. چرا؟ چون ازش استفاده نکردم، جایی ازش استفاده نمیکنم. پس این داره هی مقدار میگیره، اینجا هم چیزی نمایش داده نمیشه برام. خب میتونستم یه کاری کنم، بیام و پوینت رو اینجا SOUT کنم، هر سری پوینت رو هم به من چاپ بکنه، بیام دوباره اجراش بکنم و بریم ببینیم چه کردیم. میاد اینجا میگه چند تا درس داری؟ من بذار این سری دو تا درس میذارم. فرض کنم داشت ارشد 6 واحد بیشتر نمیدن توی ایتر، البته بیشتر هم ممکنه تا 9 واحد هم میدن، ولی خال فرض بوده بیشتر هم میدن. بچه های ما نه بچه های ما بودن که مثلا جز بود نه ارشد ما نهایتا یه چیز برداشتیم سمینار. البته ترم دوم برداشتیم، تابستون سمینار رفت. وگرنه من مثلا ترم دوم ترم دوم 11 واحد برداشتم. آره میشه، چون من الکترونیک بودم رفتم کامپیوتر، یه مقدار پیش نیاز به من تو ارشد همینجوری خورد. مثلا بقیه 32 تا پاس کردم، من 38. شما میخوای بری مثلا یه رشته دیگه، پیش نیازهای مهمش بهت میخوره، بعد پاس کن. انشالله شانس. مهندسی نفت قبول شد، این کامپیوتر یخت. نه انشالله نفت. خب میریم جلو، اینجا دو گذاشتیم، ایکس رو گذاشتیم دو، یک کوچیکتر از دو. بله میریم جلو، میگه عددت رو وارد کن، فرض کن میگم 20 و میریم جلو. الان باید پوینت رو در واقع بذاره، میبینی پوینت رو اومد 20 رو گذاشت، فلوت هم گذاشت. بله درسته. درسته. میریم جلو دوباره ببینید دیگه پوینت از بین رفت. تو پوینت رو اینجا میبینی؟ نه دیگه نمیبینیش. چرا؟ چون دیگه نیستش. بله. خب چرا این اتفاق میفته؟ بحث گلوبال وریبل ها لوکال وریبل ها رو گفتم بهت. چون ما این متغیر رو تو این بریس باز و بسته تعریف میکنیم، این متغیر فقط تو این بریس باز و بسته در واقع قابل استفاده کردن هستش. خب و من نمیتونم بیرون اینجا بیام ازش استفاده کنم. حالا میریم جلو میبینیم. فکر کنم اینا گفتم به 100% بهت گفتم، چون اون لوکال وریبل گلوبال وریبل رو من همون جلسات اول گفتم. حالا اگر نگفتم اینجا دوباره توضیح میدم. میام اینجا میگه دوباره عدد وارد کن، من برمیگردم میگم مثلا 14. میرم جلو میبینی 14 رو چاپ میکنه. اینجا هم همینطور. الان بیاد بیرون دو کوچیکتر مساوی دو، باز بله و میبینی که 3 شد در واقع. تست اومد و اینجا میبینی نه دیگه ما آی داریم، فقط ایکس رو داریم. درسته؟ بله. خب این قضیه لوکال وریبل، اینا رو برمیدارم. لوکال وریبل و اینا هم کنسل کنیم. لوکال وریبل و گلوبال وریبل چیه؟ حالا بعد از این فیلم به در حد 10 دقیقه توضیح. اینجا من این پوینتر رو دارم، فقط هم اینجا تعریف میشه. بیرون از اینجا بیاد دیگه ارزشی نداره. خب الان شما نمیتونی مثلا بیا اینجا برگردی بگی که بیا برای من SOUT کن پوینت رو. میبینی اصلا متغیر رو نمیشناسه. دستم روش نگهداری میگه کنات، در واقع همچین ما همچین چیزی رو نداریم، سیمبولی رو نداریم که شما بخواید ازش استفاده کنید. میگه مگه اینکه بخوای کرییتش بکنی. خب بزنم کرییت بکنم، مثلا برمیگردم میگه چیه، من برمیگردم میگم فلوت. میبینی اومد بیرون این فوره تعریفش که این حکمان حکمان وریبل گلوبال داره و تو این تو این صفحه قابل دسترسی. حالا میریم بعد در مورد صحبت. خب پس این پوینت اومد اینجا، هر لحظه میتونه توش یه متغیر ریخته بشه، عددی توش ریخته بشه و یه چی بشه، عددی توش قرار بگیره. خب من نمیتونم یه کاری بکنم که تمام تعداد مثلا نمراتی که از طرف دانشجو میگیرن همه رو یه جا داشته باشم و جمعشون بکنم. میتونم؟ نه.
الان یه دفعه ریختم 20، یه دفعه دیگه ریختم 14، یه دفعه 20 تا چاپ کردم، یه دفعه 14. چیکار بکنم بتونم مجموع اینا رو داشته باشم؟ مثلا طرف بهت بگه 5 تومن دست داشته. نمرتش هم اینه. 11 مثلا 10 11 12 13 مثلا 15. تو چه جوری می‌خوای اینها رو داشته باشی؟ جمع اینا رو داشته باشی. نه. برای اینکه بیا اینجا یه فلو تعریف بکنیم به نام سام و مساوی صفر قرار بدی. این اینجا خب و من بیام اینجا چیکارش کنم؟ بگم این سام رو یا این دست رو پوینت یعنی چی؟ یعنی که سام بیا سام رو به علاوه باریکشن آپدیتش. سام دفعه اول اون بالا صفره، اگه من این رو بذارم 10 میشه 10 به علاوه صفر ریخته میشه توی سام میشه سام چند؟ سام دفعه اول میشه 10 درسته؟ دفعه دوم دفعه دوم سام دوباره این شکلیه دیگه، سام به علاوه پوینت. درسته؟ درست. خب سام دفعه پیش چند بوده؟ ده. این دو مثلا هستش 14، 10 به علاوه 14 میشه چند؟ 24. 24. 24. درسته؟ درسته. بیام اینجا دوباره میگم سام 24، در واقع 24 به علاوه 12 چند؟ 36. حالا دوباره سام مساوی با 36 به علاوه 13 چند؟ 49. دوباره به علاوه 15 64 تقسیم بر 5 میشه میانگینش. درسته؟ بیرون انجام میدیم دیگه، توی چیز که انجام نمیدیم، توی پروسس اینجا انجامش نمیدیم. درسته؟ یا اینجا برمیگردم میگم که اوریج یا میانگی مساوی با به علاوه، میتونم اینجا یه متغیر تعریف کنم به نام فلوت به نام اوریج و برگردم میگم سام تقسیم بر تعداد درس ها و در نهایت بگم اوریج. درسته؟ شیفت آلت اف ده میام اینجا. خیلی میشه به سرعت کردن خب من محبی کردم حد کفایت میکنم برم. میگه چند تا درس داریم؟ برمیگردم میگم 5 تا. میگه اولیشو بگو، یکی گذاشتم از اون اولیش. مثلا میگم شدی 15، دومیشو شدی 13، سومیشو 12، 15، 15، معدل 14 و 8. اوکی؟